مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش سیاهان آمریکا در دهه های 1950 و 1960 میلادی هستش و یک کشیش بپتیستی هستش که وارد عرصه سیاست میشه بدون اینکه خودش بخواد، برای اینکه بیاد و از حقوق مدنی سیاها دفاع بکنه. شاید مهمترین واقعی که در زندگی مارتین لوتر کینگ افتاده اون سخنرانی معروفی است که او در 28 اوت 1963 در شهر واشنگتن انجام داده. مارتین لوتر کینگ اونجا سخنرانیشو با این بحثی شروع میکنه که ما اینجا در کنار یادبود لینکلن آمدیم، کسی که 100 سال پیش آمده و بردهداری رو لغو کرده ولی کماکان سیاهان به حقوق خودشون دست پیدا نکردن، بنابراین ما آمدیم که اینجا یک چکی رو نقد بکنیم. کلمه ایست که به کار میاره. مسئله مهمی که اتفاق میفته این ایست که در واقع برای اولین بار مردم این واقعه رو، بعضی از تلویزیون ولی اکثرا از رادیو و در جراید آمریکا و در جراید دنیا میشنون و میخونن و با چهره مارتین لوتر کینگ آشنا میشن. بعد از این واقعه جایزه نوبل صلح به مارتین لوتر کینگ میدن، بنابراین اهمیت بیشتری پیدا میکنه و یک سال بعد از این واقعه هستش که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا میاد و اون لایحه رو در مورد حقوق حق رأی سیاهان و حقوق مدنی سیاهان امضا میکنه و از اون به بعد هستش که سیاهان هم میتونن بیان و در رأی گیری شرکت بکنن. ولی خب واقعه پایان نمیگیره، برای اینکه خب برای شما ایالت‌های جنوبی رو دارین که کماکان نژاد پرست هستن و این جنبش لوتر کینگ و جنبش سیاهان ادامه پیدا میکنه تا موقعی که لوتر کینگ رو بالاخره میکشن در سال 1968. یکی از موضوعاتی که لوتر کینگ در سخنرانی‌هاش مطرح میکنه این نیست که میاد و میگه که ما طرفدار دموکراسی آمریکایی هستیم، ما نمیخوایم با دموکراسی آمریکایی مبارزه بکنیم ولی میخوایم دموکراسی آمریکایی رو کامل بکنیم. جمله‌ای که به کار میبره این نیست که دموکراسی کاغذ نرم نیست بلکه حرکت یا کنش سخت هستش. منظورش این نیست که ما فقط اینجا به یک تعهدنامه یا به یک قانون اساسی کفایت نمیکنه برامون. ما آن چیزی که برامون مهم هستش این نیست که این قوانین بیان و پیاده بشن در جامعه. واسه همین میگه کنش سخت. دموکراسی عبارت است از وجود دموکرات ها، افرادی که به دموکراسی اعتقاد دارن، کسانی که برای دموکراسی مبارزه میکنن و کسانی که برای آزادی خواهی و برابری طلبی مبارزه میکنن. پس جنبش سیاهان آمریکا از دیدگاه فردی مثل مارتین لوتر کینگ فقط برای سیاهان نیست بلکه برای سپیدپوستان آمریکا هم هست، چون اونها هم با اینکه سیاهان آمریکا بیان و به حقوقشون دست پیدا بکنن دموکراسیشون پیشرفت میکنه. اینا همش به نوعی ربط پیدا میکنه با اینکه لوتر کینگ از کجا داره میاد و چه تأثیراتی رو داره به خودش میاره. ببین لوتر کینگ اول از همه یک کشیش بپتیست سیاست، تعلیمات الهیاتی داره ولی فلسفه هم خونده، ضمناً تحت تأثیر خشونت پرهیزی گاندی هم هست، با فعالان سیاسی آمریکا هم در ارتباط و به نوعی میتونیم بگیم که با سندیکالیستا، با اتحادیه‌های کارگری هم همکاری میکنه. بله، این تمام این شیوه های مختلف مبارزاتی هستش که لوتر کینگ میکنه و ازش یک رهبر مهم و شاید بتونیم بگیم که یک شخصیت محوری تاریخ معاصر جهان رو میسازه.